آنگاه عیسی به آنان گفت: امشب همه شما به سبب من خواهید لغزید، زیرا نوشته شده شبان را خواهم زد و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد. اما پس از آن که زنده شدم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس در پاسخ گفت: حتی اگر همه به سبب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغزید. عیسی به وی گفت: آمین به تو میگویم که همین امشب پیش از بانگ خروس سه بار مرا انکار خواهی کرد. اما پتروس گفت: حتی اگر لازم باشد با تو بمیرم، انکارت نخواهم کرد. سایر شاگردان نیز چنین گفتند. آنگاه عیسی با شاگردان خود به مکانی به نام جتسیمانی رفت و به ایشان گفت: در اینجا بنشینید تا من به آنجا رفته دعا کنم. سپس پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد و اندوهگین و مضطرب شده به ایشان گفت: از فرط اندوه به حال مرگ افتادم. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. سپس قدری پیش رفته به روی بر خاک افتاد و دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. آنگاه نزد شاگردان خود بازگشت و آنها را خفته یافت. پس به پتروس گفت: آیا نمی توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است اما جسم ناتوان. پس بار دیگر رفت و دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده توست انجام شود. چون بازگشت، ایشان را همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان سنگین شده بود. پس یک بار دیگر ایشان را به حال خود گذاشت و رفت و برای سومین بار همون دعا را تکرار کرد. سپس نزد شاگردان آمد و به دیشان گفت: آیا هنوز در خوابید و استراحت میکنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم میشود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من از راه میرسد. عیسی هنوز سخن می گفت که یهودا، یکی از آن 12 تن، همراه با گروه بزرگی مسلح به چماق و شمشیر از سوی سران کاهنان و مشایخ قوم از راه رسیدند. تسلیم کننده او به همراهان خود علامتی داده و گفته بود: آن کس را که ببوسم همان است، او را بگیرید. پس بیدرنگ به عیسی نزدیک شد و گفت: سلام استاد، و او را بوسید. عیسی به وی گفت: ای رفیق، کار خود را انجام بده. آنگاه آن افراد پیش آمده بر سر عیسی ریختند و او را گرفتار کردند. در این هنگام یکی از همراهان عیسی دست به شمشیر برده، آن را برکشید و ضربه‌ای به خدمتکار کاهن اعظم زد و گوشش را برید. اما عیسی به او فرمود: شمشیر خود در نیام کن، زیرا هر که شمشیر کشد به شمشیر نیز کشته شود. آیا گمان می‌کنی نمی‌توانم همکنون از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج فرشته به یاریم فرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی‌های کتب مقدس چگونه تحقق خواهد یافت که می‌گوید این وقایع باید رخ دهد؟ در آن وقت خطاب به آن جماعت گفت: مگر من راه زنم که با چماق و شمشیر به گرفتنم آمده اید؟ من هر روز در معبد می نشستم و تعلیم می دادم و مرا نگرفتید. اما این همه رخ داد تا پیشگویی های پیامبران تحقق یابد. آنگاه همه شاگردان ترکش کرده گریختند.